خب سلام مجدد، جلسه پرسش و پاسخ شماره 13 مونه. یه کمی در مورد ویرچوال مموری حرف زدیم. من الان کامیت کردم و تگم درست کردم، بذار پوششم بکنم. این کارو در حضور همه شما انجام میدم. اینجوری نه، پوش همه برنچ رو نمیخوام، اینکلود تگز و اوکی. خب سوالی که یک صحبت کوچیکی در مورد این میخواستم بکنم، شاید قبلا توضیح داده باشم، اگر نمیدونم قبلا توضیح دادم یا نه. فانکشن هایی که توی اسکوپ گلوبال هستن، توی نیم اسپیس در واقع گلوبال هستن، رو اینجوری وقتی فولی کوالیفاید نیمشون رو بنویسیم، اف کیو ان شون رو بنویسیم، این شکلی میشه. یه کلن کلن اولش داره و فانکشن های ویندوزی و دیتا استراکچر های ویندوزی رو وقتی تایپ دفای ویندوزی رو، تایپ نیم های ویندوزی رو وقتی من استفاده میکنم، دلم میخواد که اینجوری بنویسم، به دلیل اینکه میپرن از کد بیرون. کتابخونه استاندارد سی که همش استاندارد سی پلاس پلاس که همش تو نیم اسپیس استود یا نیم اسپیس های زیرش، کتابخونه استاندارد سی هم که فانکشناش خیلی خواستن و خیلی آشنان و خیلی معروفن، ملوک یا چه میدونم STR لن مثلا، اینا همه میشناسن دیگه، اون لازم نیست کوالیفای بشه. هرچند اونا رو هم گاهی وقتا من کوالیفای میکنم اگه اشتباه نکنم. ملوکی که توی چیز نوشتم، ملوکی که توی الوکیتور اگه اشتباه نکنم استفاده کردم، توی روت الوکیتور اینجاست. آره ملکه، اینم فولی کوالیفای کردم. خب خوبه، این عادت نشون میده که ذره مغزم درست کار میکنه. ویندوزی ها بعضی وقتا فانکشناش قیافه های خیلی آدمیزادی داره، مثلا همین گت سیستم اینفو خیلی قیافه آدمیزادی داره، فانکشن عادی به نظر میاد. با اسمای من، اسمایی که من واسه فانکشن گلوبالم میذارم ممکنه کلش کنه. منم فانکشن گلوبالمو دقیقاً همین شکلی می‌نویسم، با همین حالا به این کمل کیسینگ میگن یا پاسکال کیسینگ میگن یا جاوا کیس، هر کار چی که اسم این هست، جی بزرگ، اس بزرگ، آی بزرگ، هر سیستمی که این هست، چون ممکنه مال من کلش کنه. برای همین من حتما اینا رو یه کلان کلان اولش میذارم. کلشش هم کلش کاتاستروفیک نیست. وقتی میخونم کدو میخوام مطمئن باشم که این از کجا اومده این فانکشن. رولم اینه که وقتی از سیستم، مخصوصا وین سی او دو، مخصوصا ویندوز، چون ویندوز خیلی فانکشناش هیچ اسم درست حسابی نه، هیچ حالتی نداره که معلوم بشه که این فانکشن مال منه یا مال ویندوز از رو قیافش، اگه اینو نذارم. برای همین برای فانکشن ویندوز اینو میذارمشون. خیلی از لایبرری ها اولشون یه اسم میذارن، لایبرری سی SDL رو مثلا دیدید اول همه فانکشناش SDL underline داره، همه دیتا استراکچرش، همه چی، برای اینکه با کسی کلش نکنه و تابلو میشه اسمش معلوم میشه. ولی ویندوز اینجوری نیست. به هر حال برای ویندوز من این کارو میکنم. کد کمی امروز نوشتیم. یه سوال دیگه شاید مطرح بشه اینه که این دیتا استراکچر، دلم میخواد در مورد این توضیح کمی دوباره توضیح بدم، در مورد اینکه این دیتا استراکچر به چه دردی میخوره. این ویچوال مموری ایریا که من نوشتیم ممکن استفاده های زیادی داشته باشه، ولی فعلا استفادهش توی، میخوام یه ویچوال وکتور بنویسم، یه آرایه‌ای که روی این مموری ایریا تعریف میشه و آرایه هر چقدر که بهش پوش بک میکنم، اینترفیسش مثل وکتور عادی سی پلاس پلاس خواهد بود و مثل همون کپت وکتوری که نوشتیم خواهد بود. فرقش با کپت وکتور اینه که کپت وکتور برای وکتورهای کوچیک مناسبه، چون همه سایزش از همون اول الوکیت میکنه. اسمش کپت وکتوره دیگه، درسته؟ خب که ندیدم هدری باید داشته باشیم به اسم کانتینرز اری. آها کپت اری شاید اسمش. اسمش کپت اری. خب پس کپت اری، اینترفیس شبیه این خواهد بود به جز اون جاهایی که نشه شبیه این باشه، ولی این برای آرایه‌های خیلی کوچیک مناسبه، این برای آرایه‌های خیلی بزرگ مناسبه. ویرچوال اری یا ویرچوال وکتوری، فکر ویرچوال وکتور بهتره چون دو تا وی داره قیافش قشنگ‌تر میشه. ویرچوال وکتوری که روی این می‌نویسیم برای آرایه‌های خیلی بزرگ مناسب‌تره، آرایه‌هایی که سایزشون به مگابایت ها و صد ده ها مگابایت ممکنه برسه یا حتی صد ها مگابایت. برای ریسورس منیجمنت اون مثلا خوبه، من تکسچرهایی که لود می‌کنم و همه رو بذارم توی این یه همچین آرایه‌ای که همه کنار هم باشن و بعد با اگه دستراکتور نخواد با یه حرکت همه رو آزاد کنم پس بدم به سیستم. چیزی که کم داره این ویرچوال مموری ایریاه، الان اطلاعاتش رو به اون روت الوکیتورمون نمیده قاعدتا، یا یه جوری یه سیستم
الان همه اطلاعات اصلی مموریمون تو روت الوکیتور جمع میشه فکر میکنم اگه درست خاطرم باشه. بذار خیلی سخت نیستش که چک بکنم، اگر اشتباه نکنم اطلاعاتمون آره اینجا جمع میشه. چقدر الوکیت شده چقدر الوکیت نشده تو از روت الوکیتور من آخرش میپرسم همه چیزایی که میخوام بپرسم دقیقا فکر میکنم. و شاید یه سیستم اکسترنالی میخواییم برای استاتیست، برای اطلاعات، برای آمار حافظه که چقدر مصرف شده، چون این طرف توی این ویرچوال مموری ایریاه من از یه سیستمی برای الوکیشن استفاده میکنم که توی از الوکیتورم خارجه، این توی الوکیتورم دیده نشده و توی الوکیتورم نیست و این اوکی، این بای دیزاینه، برای همین ترکینگی ندارم از اینکه چقدر الوکیت کردم، چقدرش استفاده کردم، چقدر ریزرو کردم، ادرس اسپیس هم چقدر رفته، این چیزها رو نمیدونم اصلا در مورد حافظه‌ای که از این طریق داره الوکیت میشه. باید اینو بهش برسم. اگه لیکی پیش بیاد اینجا نمیفهمم هیچ وقت مثلا، یا حجمشو نمیشمرم. این پارتز رو باید باعث کوچیک بدنش پلین اول دیتا تایپز. خب خب اینم از این. سوال دیگه ای توی ذهن من نیست. احتمالاً ویرچوال مموری رو من اصلا خوب توضیح ندادم. یک کتاب سیستم عامل بردارید در مورد ویرچوال مموری مطالعه کنید، یا یه کتاب که در مورد هاردویر صحبت میکنه. احتمالاً کتاب سیستم عامل بهتر خواهد بود، چون تئوریش یاد بگیرید خیلی بهتر از اینه که در مورد یه پلتفرم خاص مثلا مثل x86 بخواید جزئیاتش یاد بگیرید، اینکه فلسفه پشتش و کانسپتش و اون مفاهیم مشترکی که بین همه ویرچوال مموری وجود داره در مورد ویرچوال مموری به صورت یک کانسپت ابستراکت صحبت کنه شاید خیلی بهتر باشه. کتاب سیستم عامل خوب معمولا مثالای هاردویر اورینتد یا هاردویر اسپسیفیک هم دارن، یا سیستم عامل او اس اسپسیفیک هم دارن. یک کتاب سیستم عامل خوب بردارید اگه علاقه مندید در مورد ویرچوال مموری توش مطالعه کنید. و همین، جلسه بعدی نمیدونم کی باشه، ولی قطعا این چند ماه اخیر من خیلی تنبلی کردم، اینجوری هیچ وقت این پروژه تموم نمیشه. که حالا اشکالی نداره اگه این پروژه 5 سالم طول بکشه، بالاخره هر چند وقت من یه ویدیو ضبط میکنم و کارشو یک کمی جلو میبرم، به هر حال موضوعی که دوست دارم و بهشون میپردازم. خطری که ممکن اتفاق بیفته اینه که بعد از مثلا 2.5 سال به این نتیجه برسم که همه کدایی که تا حالا نوشتم کاملا غلط بوده و شروع کنم به ریفکتور کردنشون و ریرایت کردنشون. که حالا اینم شاید اگه من به همچین نتیجه برسم احتمالاً معنیش اینه که واقعا راه بهتری برای پیاده سازیش داره. ولی به هر حال فکر میکنم که اگه بتونم سرعتشو بیشتر کنم میکنم، ولی نمیتونم، واقعا نمیتونم. همین هر یکی دو ماه یه بارم، یه ماه یه بارم واقعا سخته. یکی وسواس هم دارم، قبول دارم که ویدیوهایی که تولید میکنم خیلی خوب نیست و خیلی کاربردی نیست، حداقل هنوز که اینا به هم وصل نشده این کانسپت ها و هنوز نوک کوه یخ خیلی هنوز مونده. به خاطر همین خب خیلی مطلب به درد بخوره، گوشت نداره، هنوز به گوشتش نرسیدیم، پوسته. ولی همین ویدیوها را من با خودم خیلی کلنجار میرم که یه موضوع خوب پیدا کنم برای ویدیو درست کردن. ویدیویی که توش ندونم چی کار میخوام بکنم، بخوام دور الکی بزنم، اگه بتونید باور کنید نمیخوام تولید کنم. با اینکه ویدیوهایی که ضبط میکنم توش به نظر میاد که 70% زمانم رو صرف الکی دور زدن و گشتن میکنم و نمیدونم چی کار میخوام بکنم، ولی اینجوری نیست. به هر حال از طرفی هم واقعا نمیخوام خیلی اتفاقی برای دیزاین این سیستم یا کار تکنیکال یا دیباگ این چیزا بیرون از ویدیوها بیفته. نمیخوام خودم همینجوری وقتی 10 دقیقه وقت دارم این کد رو باز کنم و مثلا فکر کنم که اینجاشو بهتر چجوری میتونم بکنم. دلم خود تو ویدیو این اتفاق بیفته. این حرفا رو قبلا هم زدم، به خاطر همینه که ویدیوها خیلی دیر به دیر در میاد. الان که دارم فکرشو میکنم، اگه درست تو ذهنم باشه، فکر کنم ویدیوی آخرم حتی به یوتیوبم آپلود نکردم بعد از یه ماه خورده، یادم رفته. یه فلگ ذهنی ست کرده بودم که خب امشب امیدوارم که بتونم یا فردا همشو آپلود کنم، نمیدونم. فعلا خداحافظ. اگه دارین شب میبینید شبتون بخیر، اگه روزتون بخیر، روز خوبی داشته باشید یا شب خوبی داشته باشید. فعلا بدرود، خداحافظ از این حرفا.